همکارمان پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن افغانستان اینترنشنال با ما همراه شده پویا جزئیات این دو رویداد جداگانه چی است از خودت میشنویم بله میر دو رویداد مختلف در کابل و دیگری در مزار شریف که نشان دهنده نبود تامین امنیت هست البته در کل چیزی که نشان میده همینه ولی دو رویداد مختلف و رویداد اولی در کابل اتفاق افتاده در تاریخ 20 میزان حالا منابع به افغانستان انترنشنل گفتند که جنرال عبدالروف محتاج هنگامی که در سرک روزها مسیرش بوده یک نوع یک اراده واسطه طالبان نوع رنجر او را تصادم میکنه و زیر میگیره و این منجر به قتلش میشه منابع همچنان به افغانستان تنشل گفتن که این مسئله عمدی بوده و مشکوک هستن حالا با توجه به نقض فرمانهای های عفو عمومی و گزارش های متعدد در مورد از ای که نیروهای امنیتی پیشین جنرال ها و افسران ارتش پیشین بازداشت و شکنجه حتی به قتل رسیدن حتی اعضای خانواده جنرال عبدالرؤوف محتاج به این مسئله به دیده شک مینگرن حالا با توجه به مسئله دیگری هم که طالبات هنوز در این مورد ساکت ماندن و من قبل از اینکه اینجا به استودیو خبر بیایم دنبال ازی بودم که اگر فرماندهی امنی کابل و یا وزارت داخل کابل کابول وزارت داخل طالبان در این مورد چیزی گفته باشه چیزی پیدا نکردم به می خاطرم یک مقدار این مسئله از لحاظ فاکتورهایی که ما بهش اشاره کردم یک مقدار مشکوک به نظر میشه رویداد دیگر رویدادی است که در مزار شریف اتفاق افتاده همسر عضو شورای ولایتی پیشین بلخ که توسط افراد شلیک افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده منابع گفتن ما من با منابع مختلف در بلخ صحبت کردم میگفتن که اه 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 کسان ناشناس دو نفر بودن وارد خانه میشن اگر قرار بود که مسئله صدای شلیک به گوش همسایه ها هم احتمالا این افراد حتی تمام اعضای این خانواده را به قتل می رسندن. حالا با توجه به این مسئله افراد نزدیک به این عضو شورای ولایتی پیشین میگن که احتمالا این مسئله زیاد مسئله دزدی و یا رابطه و مسئله دزدی نباشه طالبان در این مورد هم سکوت را اختیار کردن میر عبدالله پویا پرسش که مطرح میشه ای است که آیا این رویدادها جنایی و امنیتی بودند یا ربط به مسئله نقض فرمانهای عفو عمومی دارد ببین ما با اعضای خانواده از بلخ شروع کنم با اعضای خانواده عضو شورای ولایتی پیشین بلخ شروع بکنم با نزدیکان این خانواده صحبت کردم اونا به دیده شک منگرستن می و میگفتن که به دلیل ازی که این عضو شورای ولایتی پیشین نزدیکی با فرمان با نور داره و فعلا در ایران مسئول دفتر از او است حالا به دلیل از ای که این رویداد اتفاق افتاده و دزدان یا کسایی که افراد مسلح ناشناس بوده تلاش کرده که دست به کشتار تمام اعضای خانواده از او بزنن میگفتن که این یک مقدار مسئله مبهم تنها مورد مشخصی در این مورد وجود نداره ابهامات زیاد وجود دارد در مورد هر دو رویداد امنیتی و مسئله کابل که مشخص است یک جنرال ارتش پیشین که با توجه به نقضای اف عمومی طالبان همگی به دیده شک میگرند سکوت طالبان مسئله مهمی است که تا هنوز در این مورد چیزی نگفتن دیده شود که طالبان در این مورد چی پاسخ میدن پایا ممنونم از تو میشه گفت که عضو سابق پارلمان در بلخ سپاسگزار است پایا وقتت بخیر